یکی از بازی‌های مرکزی دوری دهم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین دسته‌های لیگ یکم در ورزشگاه مرکزی ناحیه واسه با اشتراک دو دسته مدعی برای دریافت راحت به لیگ عالی هولبوک ناحیه واسه و حاصلات ناحیه فرخور برگزار شد. هر دو دسته از دقایق اول بازی تنها برای غالبیت به میدان آمده پیوسته در خط هجوم قرار داشتند، ولی امکانات‌های به دست آمده را تا به آخر استفاده کرده نتوانستند. باید گفت که در این قسمت بازی دسته هولبوک نسبت به دسته حریف امکانات‌های بسیارتر داشت که حساب بازی را کشوده در بازی به پیش براید، ولی دسته حاصلات در خط حمایه با کوشش دروازه‌بان دسته امکان ندادند که هجوم‌های سازمان داده به گل انجام یابند. دسته حاصلات نیز در دقایق آخر بازی دو مرتبه با زدن گل نزدیک شد، اما در نیمه اول بازی از جانب دسته‌ها یگان گل با ثمر رسانیده نشد. در قسمت دوم بازی باشد باز هم دسته‌ها با کشودن حساب در بازی نزدیک می‌شدند. هم دسته حاصلات و هم دسته هولبوک امکانات‌های خوبی گلزنی را در نزد دروازه همدیگر سازمان دادند که در بعضی حالات حملواران با اشتباه راه داده باشند، در حالت دیگر دروازه‌بان دسته‌ها نیز کار خود را به خوبی انجام دادند. در نیمه دوم بازی باشد بعد از خطای نوبتی داور مرکزی سیولی توردیوف با حمایتگر دسته هولبوک شهرت رحمانوف کارت سرخ نشان داده او را از میدان خارج کردند. در نفس‌های آخر دیدار امروزه باشد بعد از اجرای حالت استانداردی حملواری دسته حاصلات نکروز سلیمزاد توپ را در نزد دروازه رقیب دریافت کرده گل غلبه‌آوری دسته‌اش را به ثمر رسانید. هرچند در دقایق آخر بازی صاحبان میدان کوشش نمودند که حساب بازی را برابر سازند، اما این کار به آنها دست نداد. همین طریق دیدار دسته‌های هولبوک ناحیه واسه و حاصلات ناحیه فرخور در دربی منطقه کلوب با حساب 1-0 به انجام رسیده. دسته هولبوک اولین مرتبه در موسم امسال در خانه خود با باخت روبرو شد. دسته حاصلات باشد 3 امتیاز نوبتی را به دست آورده موقع خود را در زینه‌های بالایی جدول مسابقه باز هم استوار گردانید. در برای مورد این بازی با دسته هولبوک خیلی بازی پرقوت بود. دسته در قسم اول ما وضعیت گلزنی داشتیم، استفاده بودن نتوانستیم، برای همین سبب بازی 0-0 به انجام رسید، ولی در قسم دوم ما تغییرات به دسته وارد کردیم، بازی رو با 1-0 به دسته هولبوک ما غلبه کردیم.